امروز حرکت اسکوات رو به زیباترین و صحیح‌ترین روش یاد می‌گیریم. اگر اسکوات بلدید، این ویدیو باعث میشه که شما رکوردتون بهتر بشه و آسیبتون کمتر بشه. اگر بلد نیستید، بهترین حرکت هستش که توی بدنسازی باید ازش استفاده کنید و یکی از مهمترین روش‌ها هستش و تکنیک‌ها هستش و توی این ویدیو همه چیز رو در موردش یاد می‌گیرید. بدون وقفه، let's go. اگر بدنسازی میکنید، میخواد ماهیچه بسازید، حجیمتر بشید یا اصلا چربی بسوزونید یا هر دلیل دیگه ای، اسکوات باید اولین چیزی باشه که توی برنامه‌تون دارید. خب همه میرن با پرسینه و کلن بالا بدن شروع میکنن، اشتباه هستش. ببینید، اگه پاها رو تمرین کنید، میزان تستوسترون بدنتون میره بالاتر. میزان تستوسترون بالاتر یعنی ماهیچه بیشتر، میزان تستوسترون بالاتر یعنی چربی کمتر، درسته؟ پس پار که تمرین کنید، هم اوورال یعنی در کل بدن ماهیچه بیشتری میارید، هم پاهاتون خوشگل‌تر میشه، همین که دیگه این همه نکته دیگه برید انجام بدید دیگه. توی این ویدیو یاد میگیریم که چجوری صحیح ترین روشش چی هستش و چه مدلی بزنیم. اولین چیزی که باید بهش توجه کنید این هستش که کفشی که استفاده میکنیم چی هستش. ببینید، اگه از این کفشا استفاده میکنید که کفشای کتونی عادی هستش، سخت در اشتباه هستید. این کفشا ضرر داره که منفعت نداره. در نتیجه اگر از اینا پاتون هست و میخواید اسکات برید، کفشتون رو در بیارید و بدون کفش برید، خیلی بهتر هستش از اینکه این توی پاتون باشه. برای چی؟ به خاطر اینکه کف این کتونی ها نرم هستش و پای شما ثابت نیستش، دائما در حال تکون خوردن هستش. ما این رو نمیخوایم. اگه از این کفشا دارید که اسنیکر مانند و کفه تخت داره، اینا قابل قبول هستش و میتونید ازش استفاده کنید. پس یا پای برهنه انجام بدید، یا از این کفشا، یا کفش اسکوات بخرید که حرفه‌ای ترینش هستش و خیلی بهتون کمک میکنه که یک رکوردتون بیشتر بشه، آسیب زانو و کمرتون کمتر بشه و اینکه ستاپ خیلی، یعنی اون ایستادنتون خیلی قوی هستش و توی ددلیفت هم میتونید ازش استفاده کنید. پس از کفشای اسکوات استفاده کنید. حالا دیگه این در حد لول مقدماتیش هستش، قیمتاش دیگه نجومی میشه، هر چقدر پول بدید آش میخورید. ببینید چی خوب هستش برای شما. برای چی اینا خوب هستش؟ ببینید، اول اینکه کفه اینا دیگه نرم نیستش و مثل سنگ میمونه انگار، درسته؟ خیلی فشرده هستش. اینا رو که پاتون کنید، حس میکنید که پاتون دیگه اصلا چپ و راست نمیشه مچ پاتون. دوم اینکه از بالا هم سفت میشه و این باعث میشه که پاتون کاملا توی یه قسمت بمونه، فقط به بند بسنده نمیکنه. سوم اینکه اگه دقت کنی، کفه یه تیکه هستش و کامل میچسبه روی زمین، سطح بیشتری برای اون روی زمین بودن، سطح بیشتری رو دارید و بیشتر میتونید فشار بیارید. حالا که فهمیدیم از چه کفشی استفاده کنیم، باید ببینید که تجهیزات دیگه برای اسکوات رفتن چی هستش. یکی از تجهیزات دیگه که استفاده میکنن زانوبند هستش. توصیه من این هست که اگه پاورلیفتینگ کار میکنید و خیلی وزنهای سنگین میخواید بلند کنید، میتونید از اون استفاده کنید. ولی در چیزی که مثلا ما داریم استفاده میکنیم حرفه‌ای نیستش و فقط میخواییم مثلا نهایتاً دو برابر وزن بدنتون رو بلند کنید، بدون اونام میشه، هیچ مشکلی نداره، فقط باید زانوتون رو به خوبی گرم کنید. یه چیز دیگه که توی اسکوات رفتن میتونید ازش کمک بگیرید و من زیاد باش موافق نیستم، الان براتون توضیح میدم برای چی، کمربندهای بدنسازی هستش. اول مدلای مختلف کمربند رو بگم. ببینید، اون مدل کمرایی که پشتش پهن‌تر هست بعد میاد جلو نازک میشه، برای اونجایی که میبندیدش نازک‌تره، مثل این قسمتش میمونه، احتمالاً توی باشگاه بدنسازیتون یکی دوتا اونا افتاده.
اونو اصلا به درد نمیخوره، نبستنش بهتر از بستنشه. اینایی که یک تیکه کل کمرتون رو میگیره و پهن هستش مثل این که الان دارید میبینید، این چیز خوبی هستش. این میتونه کمک کنه که رکوردتون بیشتر بشه، کمرتون رو آسیبیدگیش رو کمتر کنه و بیشتر برای این هستش که رکوردتون بیشتر بشه، یعنی وزنه سنگینتر بتونید بلند کنید. چرا؟ اینو باید شما به این نگاه نکنید ازش که این کمر شما رو آسیب دیدگیش رو کم میکنه، این برای این هستش که شما انگار که یه ماهیچه شکم شیش تیکه مثلا دارید استفاده میشه توی اسکوات رفتن. الان توضیح میدم بعدم برای چی. این انگار که یه سیکس پک اضافه است، سیکس پک یدکه. وقتی شما اسکوات میرید، همین الان توضیح بدم، وقتی شما اسکوات میرید باید نفس رو حبس کنید و ماهیچه های شکم رو سفت کنید، درسته؟ این باعث میشه که ماهیچه های شکمتون انگار که میتونید وقتی تنفس میگیرید، یعنی وقتی هوا میگیرید داخل شکمتون، این چون سفت هستش باعث میشه که تنه قوی تری داشته باشید و حس کنید که بیشتر میتونید هوا بگیرید و بیشتر میتونید سفت کنید انگار شکمتون رو. بدیه این چی هستش؟ اگر شما پاورلیفتینگ کار نیستید، این باعث میشه که دور کمرتون زخیم تر شه، گودی کمر پیدا کنید به مرور زمان، و اگه مثلا فیتنس کار میکنید و مثلا میخواید که کمرتون همیشه باریک تر بمونه دیگه، این چیز خوبی نیستش و اصلا توصیه نمیشه. پاورلیفتینگی اگه میخواید انجام بدید که مثلا وزنه سنگین تر بزنید، دیگه فیزیک براتون زیاد مهم نیست، مهم اینه که چقدر وزنه بلند کنید. این کمک میکنه که وزنه بیشتری بلند کنید. من خودم همونطور که دیدید بهترین کمربند رو خریدم، ازش استفاده میکردم، الان دیگه کم از این کمربند استفاده نخواهم کرد، در طول عمرم دیگه از این کمربند استفاده نمی کنم چون به درد من نمی خوره. یه ذره وزن سنگین سبکتر می زنم، هم مفاصلم رو چیز می کنم، هم مفاصلم زیاد آسیب نمی بینه. همین که حالا مگه مثلا میخوام برم مسابقه که وزنه دقیق سنگین بزنم، چون نمیخوام برم مسابقه دلیل نمیدونم که ازش استفاده کنم. پاهاتون چقدر باز باشه؟ ببینید اگه پاهاتون خیلی کم باز باشه، یعنی کمتر از عرضشونه، اول اینکه تعادل خوبی ندارید، دوم اینکه استرس روی زانوهاتون زیاد میشه. الان احتمالاً شما دیدید که توی اینستاگرام میزنن دوستان، اون اینستاگرام هستش، اون کلاً یه ورزش متفاوت، ربطی به ورزشی که خودشون انجام میدن نداره، فقط اونجا میخوان به شما بگن که نگاه کن یه تکنیک جدید که تو سیف کنی، لایک کنی، بفرستی برای دوستات، بفرستی برای مربی بدنسازیت، بری رو نروش بگی که ببین پاهاشو چقدر جمع کرده، منم این فردا اینجوری میزنم. اینجوری نیستش، پاهاشون اونا توی تمرین خودشون هم به اندازه کافی باز میکنن، خواهشن اون مدلی نزنید، استرس روی زانو خیلی زیاد خواهد بود. اگه پاهاتون بیشتر از عرضشونه باز بشه، باز هیچ ایرادی نداره. فکر کنید ببینید مثلا ددلیفت تقریبا همون اسکواتی هستش که شما اون یه تیکه اول حرکت رو با کمر انجام میدید، بقیهش تقریبا یکی هستش دیگه، از نظر پایی منظورمه. حالا حساب کنید سومو ددلیفت که پاها کاملا باز هستش، اونم اگه حساب کنید یه حالت شبیه اسکوات پاها حرکت میکنه دیگه، ولی پاها کاملا میتونه باز باشه. حالا اونقدر نمیخواد باز بذارید پاتونو، ولی اگه یه ذرم از عرضشونتون بیشتر باز باشه هیچ ایرادی نداره، یعنی مثلا اگه پاتونو تو این اندازه بذارید، مثلا عرضشونه من اگه دو برابر من هستید، دو برابر، اگه اینقدر مثلا پاتونو باز کنید خوب هستش، اگه اینقدر باشه تا اینجا هم برسه هیچ ایرادی نداره. باید ببینید که توی قسمت لگن وقتی میرید پایین راحت هستید یا نه. یه چیز دیگه که خیلی توی اسکوات مهم هستش این هستش که کمرتون سرتون کجا باشه. ببینید خیلی ها اشتباه میکنن توی حرکت اسکوات باسن رو خیلی میدن عقب و باعث میشه قوس کمر داشته باشن، یعنی وقتی رفتن خیلی قوس دارن، اونم خب باعث میشه که ماهیچه های فیله کمرتون به مرور زمان کوتاه بشه و یه حالتی
گودی کمر بگیرید و اگر شکمم تمرین نکنید، چیزی بوده که من خودم قبلا انجام دادم بهش، یعنی داشتم اینجوری میشدم، شکمم تمرین نکنید، یعنی مایچه های شکم رو تمرین ندید، به مرور زمان گودی کمر میگیرید، چون مایچه های پشتی کوتاه میشه، مایچه های جلویی رو که تمرین ندادید ول میکنن جاشونو و بلند میشن، در نتیجه گودی کمر میگیرید. پس کمرتون تقریبا ریلکس صاف باشه، زیاد اینجوری صافش نکنید. و اینکه دستا چجوری باشه، ببینید دستاتون رو زیاد نباید باز بگیرید، و اینکه وقتی مثلا روی میله که گرفتید باید حس کنید که قفسه سینه‌تون که باز هستش، دستاتون دیگه بیشتر از این نمیتونه بیاد نزدیکتر بشه، اونجا رو روی میلهی که دارید میزنید حفظ کنید، همیشه دستتون رو اونجا بگیرید. پس دستو که میگیرید حواستون باشه که قفسه سینه‌تون یه حالتی باز بشه. دستاتون چیری باشه؟ حالت شکسته نباشه، دستاتون قشنگ میله رو بگیره. حالا اگه شست اون بر باشه یا زیر میله رو گرفته باشید یا مثلا روی میله باشه همشون، هیچ مشکلی نداره، تفاوتی نمیکنه. مهم اینه که صاف باشه مچ دستتون. و اینکه آرنجتون کجا باشه، بعضیا هستن به خصوص خانم ها میان آرنجشون بغل بدنشون نیستش، آرنجشون مثلا یه حالتی انگار پشت میگیرن، هیچ ایرادی نداره، درست هستش. تا موقعی که کمر ریلکس صاف هستش و فشاری به سرشونهاتون نمیاد این مدلی بگیرید، یعنی دستاشون رو انگار که گرفتن، یه حالتی آرنجاشون هم بالا هستش، میتونید برید پایین، هیچ ایرادی نداره. یه نکته خیلی مهم دیگه که خیلی ها به صورت باستانی بهش اعتقاد دارن و میگن که حتما باید اینطوری باشه و اینجور چیزا، این هستش که آیا زانوی شما از شست پاتون بره جلوتر یا نه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی از بغل نگاه میکنید شست پاتون با زانوتون باید توی یه خط باشه، درسته؟ یعنی اگه یه خط فرضی تصور کنید از شست پاتون مستقیم بره بالا، باید توی یه خط باشه. این باوری بوده که قبلا وجود داشته، اگر زانوتون از پاتون بره جلوتر هیچ ایرادی نداره، دیگه خیلی نره جلوتر، خب قطعا خیلی بره جلوتر راحت نیستید، یعنی کنترل نمیتونید بکنید وزنه رو، ولی اونجوری هم نباشه که دائما سعی کنید خودتون رو پشت نگه دارید که زانوتون از شست پاتون رد نشه، ریلکس برید پایین. حالا اگه یه ذره رد شد هیچ ایرادی نداره، کلن اون که رد بشه یا رد نشه کلن رد شده نظریش. مدل های مختلف اسکوات چی هستش؟ ببینید شما میتونید فرانت اسکوات برید، یعنی میله جلوتون باشه، میله جلوتون باشه، مثل وزنه برداره که وزنه رو بلند میکنن یه لحظه اونجا میذارن توی حرکت جرک و کلین که میخوام برن بالا، میتونید جلو بذارید، درسته؟ یا اینکه میتونه پشت باشه، بک اسکوات که میاد روی مایچه های کول. و یه مدل دیگه داره که پایین تر هستش، یعنی روی مایچه های پشت گردن و کول نیستش، یه ذره پایین تر هستش. باز اونجا باید حواستون باشه که دستتون کاملا صفر باشه که از اون ور نیفته. و این سه مدل اصلیش هستش که انجام میدن. اونی که خیلی پشت هستش و من زیاد بهش اعتقاد ندارم، چون استرس روی کمر خیلی زیاد میشه. اگر شما دوست دارید اون حرکت رو برید، برید، من توصیه نمی کنمش. فرانت اسکوات خیلی خوب هستش و بک اسکواتی که روی مایچه های گردن، یعنی روی شروع مایچه های کول این قسمت هستش. یادتون باشه قبلا گفتم که دستاتون جمع باشه، این باعث میشه که مایچه های کولتون هم بیشتر جمع بشه، انقباضشون بیشتر بشه، در نتیجه مثل دوتا پد عمل کنه که میله میاد روش. اگر نه میتونید اونجا یه حوله جمع کنید بندازید که مثلا گردنتون آسیب نمیبینه، یعنی یا یه چیزی داره، یه دونه این چیزا هست که میندازن دور میله که نرم بشه، یا یعنی اینکه حولتون رو بپیچید دور میله و حرکت رو انجام بدید. برای بالا آوردن زانوتون چیری باشه؟ ببینید پاها حد الامکان که صاف هستش، شما نشستید روی
اسکوات و میخواید بلند شید، سعی کنید که زانوهاتون مستقیم و یک ذره به سمت بیرون باشه. یعنی مثلا اگه این پاهاتون هستش که با هم دیگه موازی هم دیگه هستش، سعی کنید که زانوهاتون به سمت بیرون تمایل داشته باشه و وقتی میخواید بلند شید هم سعی کنید زانوهاتون به سمت داخل نره، بلکه دائما همون فشار به سمت بیرون وجود داشته باشه. چجوری این کار رو انجام بدید که بعضی اوقات خب وزنه که سنگین تر میشه زانوها تمایل دارن که بیان داخل، اون موقع باید حس کنید، بیشتر حستتون رو بدید رو مایچه های باسن، سفت کنید مایچه های باسنتون رو و بدید به سمت جلو، به سمت بالا که دارید میایید توی اسکوات نه، بلکه حس کنید که مایچه های باسن رو دارید جمع میکنید به سمت نیرو، رو دارید جمع میکنید به سمت جلو. این باعث میشه که هم بیایید زیر میله، همین که استرس از روی زانوهاتون برداشته میشه و مستقیم میایید بالا. یه نکته مهم دیگه که خیلی تفاوت نظر وجود داره توش این هستش که چقدر بریم پایین، چقدر بریم پایین اون حد مرز هستش که آسیب نمیبینیم. ببینید، باز دوباره میرم مثال وزنه برداری رو شروع میکنم. اگر وزنه بردار رو نگاه کنید، میرن زیر وزنه کامل تا اونجا که جا داره میشینن، درسته؟ پس میدونم استرس بیشتر میشه روی زانو، ولی سالها میتونن اونجوری وزنه بزنن. شما قطعا یک هفته در هفته یک جلسه دارید تمرین میکنید، یک دهم اونام استرس روی زانوتون وارد نمیکنید. در نتیجه اونقدر تا ته که بشینید کامل بشینید توی اسکواتتون، یعنی دیگه پایین تر نره، ریلکس شید اونجا، هیچ ایرادی نداره. باز میگم استرس روی زانو هست، استرس قطعا روی زانو یکم بیشتر میشه، ولی اونجوری نیست که فکر کنید یه دونه اونجوری یه مدل این هفته بزنید هفته دیگه باید برید زانوتون رو عمل کنید. این چیزا نیستش، راحت میتونید سالیان سال اون مدلی بزنید، هیچ اتفاقی براتون نمیافته. ولی هر چقدر که بشینید، یادتون باشه ماهیچه ها اگر حرکت رو کامل انجام بدید، یعنی full range of motion حرکت، مثلا اگه جلوت بازو میزنید از بالا تا پایین بیاد که صاف بشه، این باعث میشه که استرس روی تموم تارهای ماهیچه باشه و ماهیچه به صورت کامل ازش استفاده بشه. این توی ماهیچه های پام اینجوری هستش، اگه شما کامل بشینید قطعاً ماهیچه بیشتری خواهید ساخت، چون به تموم تارهای ماهیچه استرس وارد میشه و ماهیچه سازی میشه درش، درسته؟ ولی اگر شما یه ذره کمتر از اون تا ته نشینید، هیچ ایرادی نداره، اون موقع مثلا باعث شده که زانوتون کمتر بهش استرس بیاد. ولی چقدر بعضیا میان، خیلی از بدنسازا مخصوصا میان دیگه 90 درجه که میشن ول میکنن وزنه، یعنی تا حالت 90 درجه میشینن دوباره میان بالا، اون خیلی کمه دیگه. باید اونقدی باشه که باسنتون، یعنی اگه باسن رو توی نقطه فرض کنید، باید از زانوهاتون حدود 10 سانت بره پایین تر. اگه مثلا این زانو شما هستش، این باسن شما هستش، درسته؟ شما وقتی میشینید این حالت میرید دیگه، بدنسازا مثلا بعضیاشون اینجا دوباره میرن بالا، یعنی از اینجا میان اینجا دوباره میرن بالا، کم هستش. باید باسنتون از زانوتون حداقل 10 سانت رد شه بعد دوباره بیاید بالا. از اونجا میتونید بگید که من یه دونه اسکوات رفتم، بعضی ها میان 200-300 کیلو میریزن بالا، 50% راه هم نرفتن، دوباره میان بالا میگن دیدی 5 تا دیگه هم میتونم بزنم. بله، اونجوری همه میتونن بزنن، تا پایین بشین دیگه بلند نمیتونی بشی، وزن رو کمتر کنید که سیف باشید. دوستان، یه نکته دیگه که توی اسکوات خیلی مهم هستش نفسگیری هستش. همونطور که گفتم ماهیچه های شکم رو باید سفت کنید و لحظه که دارید میرید، لحظه که میخواید حرکت رو اجرا کنید، یه نفس عمیق بگیرید، ماهیچه های شکم سفت، نفس رو نگه دارید، فرض کنید که رفتید زیر آب، پایین دیگه نفس نکشید، پرس همونجا نگهش دار، هولد، اند و وقتی میخواید بلند شید، بلند که شدید، تموم که شد حرکت، تازه بازدم میاد بیرون و برای حرکت بعدی آماده میشید. یعنی
من اگه بخوام الان این حرکت رو انجام بدم، نگاه کنید، این میشه نفسگیریش، این یکی اشتباه هستش. ببینید پایین نفس نگیرید، پایین کلن فرض کنید که رفتید زیر آب، اصلا نمیتونید نفس بکشید، بالا دم، میرید پایین، میایید بالا، بازدم. به خاطر همین هستش که از کمربند استفاده میکنن. کمربند وقتی اون حرکت تنفس رو انجام میدید، چون سفت هستش دیگه، نمیذاره ماهیچه‌های شما، یعنی دور کمر شما بیشتر از اون که هست بازشه، گرفته دیگه، همون باعث میشه که یه حالتی به شما یه میان تنه قوی میده و میدونید که همه جا همه قدرت از میان تنه میاد.